کرده و من ناواهم فقد ناوانی و هر کس که با آنها جفا بکند، دشمنی بکند، مخالفت بکند با من جفا کرده، دشمنی کرده و مخالفت کرده و من جفاهم فقد جفانی و هر کسی که بر آنها جور بورزد و بیمهری کند بر من جور ورزیده و بیمهری کرده و ظلم کرده و من برهم فقد برنی و هر کسی که با آنها نیکی کند به من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیکی کرده و صل الله من وصلهم و قطع من قطعهم. خداوند متعال صله بفرماید هر که با آنها صله کند و خداوند متعال از رحمت خود ببرد هر کسی که با آنها ببرد. صله بنماید یعنی هر کسی که نیکی کند، مهربانی کند و خوبی کند. بینندگان محترم، از صله نمودن به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و نیکی کردن و اکرام کردن و بزرگ داشت آنها همین است که در مصیبت آنها آدم جان بدهد، در مصیبت آنها آدم گریه و زاری و ماتم و شیون کند و اهل خانه خود را امر بکند که آنها هم گریه کنند، زاری کنند، ماتم کنند، اقامه عزا بکنند و اشک بریزند در مصیبت آن مظلوم اولین و آخرین، سید الشهداء ابی عبدالله علیه السلام، که مصیبت ایشان مصیبت تمام انبیا هست، مصیبت ایشان مصیبت تمام ائمه طاهرین علیهم السلام هست. و نصر من اعانهم، خداوند متعال نصرت می فرماید هر کسی کمک کند اهل بیت مرا. لذا کسانی که در مجالس عزای سید الشهدا علیه السلام خدمت میکنند خدا اونها را کمک میکنند. کسانی که پول خرج میکنند، کسانی که زحمت میکشند، کسانی که ظرف میشویند، کسانی که اونجا جاروب میزنند تا به این حدی که خسته میشوند تا شب تا دیر هنگام در حسینیه هستند، خداوند متعال اونها را نصرت میفرماید. و خذل من خذلهم، پروردگار عالم تنها بگذارد کسی که اهل بیت مرا تنها بگذارد. هر کسی که اهل بیت را رها کند سلام الله علیهم، خدا اونها را رها میکند. خدا نکند که ما از گدایی در امام حسین علیه السلام رانده شویم. خدا نکند که از نوکری در امام حسین علیه السلام ما رانده شویم. ما گدای در سید الشهدا علیه السلام هستیم. ما سگ کوی ابی عبدالله سلام الله علیه هستیم. هر کسی که سگ کوی حضرت سید الشهدا علیه السلام باشد، به هر اندازه که بیشتر خودش را خار بداند، ذلیل بداند، به همون اندازه در دنیا خدا به او سروری میدهد. خداوند متعال در دنیا به او آبرو و عزت میدهد. اللهم من کان له من انبیائک و رسولک ثقل و اهل بیت فعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أهل بيتي وثقل. خداي من پروردگار من، انبياء تو، رسل تو، هر کدامشان در دنیا سرمایه ای داشتن. ثقل یعنی سرمایه حیات، سرمایه زندگی که از اون باید حفاظت کرد، از اون باید نگهداری کرد. پروردگارا انبياء تو، رسل تو در دنیا ثقل داشتن، سرمایه زندگی داشتن، اهل بیت داشتن. من هم در دنیا ثقل دارم و اهل بیت دارم. ثقل من سرمایه زندگی رسول مختار صلی الله علیه و آله و سلم کیست؟ فرمودن ثقل من سرمایه زندگی من اهل بیت من، وجود نازنین سرور اوصیا امیر المؤمنین علیه السلام و همسر ایشان دختر من صدیقه طاهره بانوی زنان اهل بهشت و سیدا شباب اهل الجنه امام مجتبی علیه السلام و امام غریب حضرت سید الشهدا علیه السلام می باشد. فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، پروردگار آنها را پاک و پاکیزه بدار و آنها را سلام الله علیهم اجمعین، آنها را پاک و پاکیزه بدار و تمام بدیها و عیبها را از آنها دور بگردان. حدیث دیگر دوستان عزیز روایت می فرماید از وجود نازنین
حضرت امام کاظم علیه السلام و ایشان از پدران نازنین و معصومشان، از وجود مقدس و مبارک، از ذات مقدس امیر المؤمنین علیه السلام که فرمودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست مبارک امام حسن علیه السلام را گرفتند و دست مبارک امام حسین علیه السلام را گرفتند و فرمودند: من احب هذین و اباهما و امهما کان معی فی درجتی یوم القیامه. دست دو سرور را گرفتند و فرمودند: هر کسی که این دو آقا زاده، این دو سرور را دوست بدارد و پدرشان را امیر المؤمنین علیه السلام را دوست بدارد و مادر داغ دیده ایشان حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها را دوست بدارد، با من خواهد بود در درجه من روز قیامت، با من خواهد بود در درجه من روز قیامت. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می فرماید از کتاب عیون الاخبار از امام رضا علیه السلام از آبای طاهرینشان که فرمودند: یا علی خلق الناس من شجر شتا و خلقت انا و انت من شجره واحده. برادر من امیر المؤمنین سلام الله علیک، مردم همگی از درخت های گوناگون، از ریشه های گوناگون آفریده شدند، اما من و تو از یک درخت آفریده شدیم. انا اصلها، ریشه این درخت من هستم، و انت فرعها، و تنه این درخت شما هستید، و الحسن و الحسین اخصانها، امام حسن و امام حسین علیهم الصلاة والسلام شاخه های این درخت هستند، و شیعتنا اوراقها، و شیعیان ما اهل بیت علیهم السلام برگ های این درخت نبوت و امامت هستند. فمن تعلق بغصن من اغصانها ادخله الله الجنه. هر کسی که دست بزند به یکی از این شاخه ها، به یکی از این شاخه ها، خداوند متعال او را وارد جنت می کند، وارد جنت می کند. این حدیث را ملاحظه بفرمایید، از ابو ایوب انصاری ایشان روایت میکند که فرمودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مریض شدند، حضرت زهرا سلام الله علیها به عیادت حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند. وقتی که حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها دیدند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مریض هستند، حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها را گریه گرفت و گریه کردن اشکهای مبارک حضرت صدیقه طاهره بر تنهایی و غریبی و دردهای بدن نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بر گونه ها و رخسار حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها جاری شد. فقال لها النبی صلی الله علیه و آله و سلم، گویا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تحمل این اذیت و این گریه حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها را نداشتند، زود خواستند ایشان را تسلی بدهند. فرمودند: یا فاطمه، انی لکرامت الله انی لکرامت الله اياك زوجتك زوجتك بل اني لكرامه الله اياك زوجتك اقدمهم سلما واكثرهم علما واعظمهم حلما. حضرت زهرا اطهر سلام الله عليك، من به خاطر اینکه شما نزد خداوند متعال خیلی بزرگوار هستید، خیلی کریم هستید، من شما را به شوهر دادم و آن ذات مقدس امیر المؤمنین علیه السلام که از همه مردم در اسلام قدیمی تر هستند
و از همه مردم عالم تر هستند و از همه مردم در بخشش، در حلم، در گذشت از خطاهای مردم، حلم ایشان عظیم تر هست. ان الله اطلع الى اهل الارض اطلاعة فاختارنی منها فبعثنی نبیا. خداوند متعال به سوی ارض، اهل ارض نگاه کردند و مرا از بین اهل مردم به نبوت برگزیدند. و بار دیگر خداوند متعال به مردم اهل دنیا نگاه کرد و شوهر شما را به عنوان وصی من برگزید. پس خوشحال شد فاطمه زهرا سلام الله علیها. فاراد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یزیدها مزید الخیر. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواستند که حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها را بیشتر خوشحال بسازند. فرمودند یا فاطمه سلام الله علیها، انا اهل بیت اعطینا سبعا لم یعتها احد قبلنا. حضرت زهرای اطهر، ما اهل بیتی هستیم که خداوند متعال به ما 7 چیز عطا کرده که هیچ کسی را قبل از ما عطا نکرده و بعد از ما به هیچ کس عطا نخواهد کرد. نبینا افضل الانبیا و هو ابوک. پدر شما بهترین انبیا، سرور انبیا است و او پدر شما است. و وصینا افضل الاوصیا و هو بعلک. و پدر شما و وصی ما افضل اوصیا است و ایشان شوهر شما هستند. و شهیدنا افضل الشهدا و هو عمک. و شهید ما بهترین شهدا هستند و ایشان عموی شما حضرت حمزه علیه السلام هستند. و اون زمان امام حسین علیه السلام شهید نشده بودند و حضرت حمزه افضل شهدا هستند تا زمان شهادت امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها. اما بعد از معصومین، شهادت معصومین، دیگر ایشان افضل شهدا نیستند. و منا من جعل الله له جناحین یطیر بهما مع الملائکه و هو ابن عمک. و از ماست حضرت جعفر طیار علیه السلام که با ملائکه پرواز میکند، میپرد و ایشان پسر عموی شما هستند. و منا سبطا هذه الامه وهما ابناک. و از ما هست دوتا وصی این امت، دوتا امام این امت و اونها دوتا فرزند شماست. والذي لنفسي بيده لا بد لهذه الامه من مهدي وهو والله من ولدك. وبخدا قسم این امت مهدی خواهد داشت، امام مهدی علیه الصلاه والسلام از اولاد شما، از فرزندان شما خواهد بود. سلام الله علی الزهراء البتول. دوستان عزیز، بیننده، بعضی از روایات و احادیث در فضل گریه کردن و بکا بر سید الشهداء امام حسین علیه السلام برای شما میخوانم. این کتاب بحار الانوار مجلد 44 صفحه 278، باب ثواب بکا بر مصیبت سید الشهداء علیه السلام و مصائب بقیه ائمه علیهم الصلاة والسلام که مصائب اونها این ثواب را دارد. حدیث اول از کتاب امالی صدوق از امام رضا علیه السلام روایت میکند: من تذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة. هر کسی که به یاد بیاورد مصائب ما را و بكى لما ارتكب منا و گریه کند از برای آن جرائمی که بر نسبت به ما ارتکاب شده، ظلم هایی که نسبت به ما روا دیده شده. من تذكر مصابنا، به یاد بیاورد، و یاد آوردن مصائب اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. بینندگان محترم، با خواندن مقاتل که آدم مقتل بخواند، کتاب هایی که در کیفیت شهادت ائمه اطهار علیهم السلام نوشته شده، مانند جلاء العیون و غیر آنها، آنها را مطالعه کند. یا اینکه آدم به مجالس عزا برود، مجالس نوحه برود و مجالس گریه برود و مجالسی که در اونجا روزه خوانده می شود. و بالاخص آدم باید انتخاب بکند مجالسی را که در آنجا مسائل سیاسی گفته نمی شود. آن مجالس وسیله و سبب نیست از برای احزاب سیاسی و از برای گروه های سیاسی برای به پیش بردن اهداف شوم می شود. و آن مجالس وسیله نیست از برای منبری هایی که می خواهند مرجعیت یک مرجع را، اون را به مردم بقبولانند و
آن را به مردم تحمیل بکنند، بلکه مجالسی که از برای گریه بر سید الشهدا علیه السلام اقامه شده، آنجا آدم حضور پیدا کند، اونجا آدم خوب روزه را گوش کند و گریه کند. اینطوری نباشد که وقت سخنرانی، بالخصوص وقت روزه، آدم بیرون برود و اونجا در بیرون مسجد اونجا با مردم صحبت کند و چایی بخورد و حرف بزند و احوال پرسی بکند. نه، اونجا در مجلس اونجا بنشیند، اونجا هست که ائمه اطهار علیهم السلام نظر میکنند، آنجا هست که ائمه اطهار علیهم السلام آنجا حضور مییابد، آنجا هست که اونجا ملائکه پروردگار عالم میآیند و پرهایشان را به شیعیان مس میکنند، آنجا هست که رحمت خدا نازل میشود، اونجا در جمع عزاداران باشد. و بعد بینندگان محترم، هنگام روزه اگر گریه اش آمد، خوب گریه کند، خوب گریه کند، خودش پیش چشمان خود زاری بکند که ای چشمان من، امروز مرا پیش فاطمه زهرا سلام الله علیها سیه رو نفرما، پیش حضرت امیر المؤمنین علیه السلام مرا بیابرو نفرما، مرا شرمنده نکن، امروز خوب عشق بریز، به دل خود بگوید، به قلب خود بگوید که تو گناه کردی، من گناه کردم، تو سیاه شدی، تو قصی شدی، اما امروز من تو را میبرم مجلس سید الشهدا علیه السلام، اونجا حتما گریه کنی، هر طوری میشود گریه کنی، تا رانده در ابی عبدالله علیه السلام نباشی، تا دوکری خود را، غلامی خود را به شاه زمین و آسمان، به ارباب خوب و مهربان، به آقای خود ما، آقای پدران ما، آقای مادران ما، آقای گذشتگان ما خوب ثابت بکن، به قلبت بگو که امروز خوب بسوز. بعد هم گریه ات آمد، خوب خوب گریه بکن، صداعت را بلند بکن به گریه، و نشر خجالت نکش که اگر کسانی نگاه میکنند الان من چطور گریه کنم. نه، گریه کردن برای ابی عبدالله علیه السلام شرف افتخاره، و هیچ وقت حیا نکنید، بلند با صدای بلند بیقراری بکنید، وقت گریه کردن بسوزید، بجنبید، به سر بزنید، به سینه بزنید. و اگر گریه نیامد، بینندگان محترم، کسی که گریهش نیاید ولیکن تظاهر به گریه بکند، خودش را به گریه کردن بزند، او هم همون ثواب گریه کنندگان را میبرد، ثواب گریه کنند، گریه اش نمی آید، اما خودش را به گریه می زند، سیرتش را صورت شخص گریه کننده در می آورد، او هم همون ثواب را می برد. بعد مجلس که تمام شد، مجلس نوحه و سینه زنی که برپا شد، اونجا هم آدم باید بیست، خوب سینه بزند، اگر مجلس زنجیر زنی هست، خوب باید زنجیر بزند. و بعدش هم که اگر مثلا مجلس قمه بود یا زنجیر کاردی بود، اونجا هم اگر خودش اهلش هست بزند، اگر نکرده تجربه ندارد نگاه بکنه. بعد هم انشاءالله العزیز در این مجالس آدم پول خرج بکنه، نظر و نیاز بکنه و خدمت بکنه در مجالس سید الشهدا علیه السلام. خب امام رضا علیه السلام فرمود من تذکر مصابنا، هر کسی که به یاد بیاورد، یاد آوردن مساجد مجالس سید الشهدا علیه السلام، بله انواع مختلفی دارد، و این مختص عاشورا هم نیست بینندگان عزیز، ماه محرم هم نیست، شما تمام سال در خانه هایتان می توانید این عمل را انجام بدهید، یک نوحه، یک روزه، یا بخوانید، یا گوش کنید، یا خودتان مثلا زمزمه کنید. و بکاله مرتکب منا، به یاد بیاورد مصائب ما را،
و گریه کند برای آن چیزی که از برای ما ارتکاب گردیده، یعنی مصائب ما. اون زمانی که حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام نگاه کرد به خیمه ها آمد پیش برادر که برادر شد اجازه می فرمایید برادر جان مردله حضرت ابوالفضل علیه السلام چی میگذشت آخه وبكى لما ارتكب منا وقريه كنت از برای آن ظلم هایی که نسبت به ما ارتکاب شده. بینندگان تمام اهل بیت علیه السلام اینطوری، تنها مصائب سید الشهدا علیه السلام نیست، مصائب شهادت بقیه ائمه علیه السلام، شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. شما دیدید در دنیا بینندگان محترم طفل 4 ساله 5 ساله را شما ببینید که در دنیا کسی ندارد، یک پدر دارد. طفل 4 ساله 5 ساله که در دنیا که ندارد، یک پدر دارد. و چقدر پسر 4 ساله 5 ساله با پدر خود مانوس می باشد. امام عصر علیه السلام در 5 سالگی به بالین پدر آمدن، پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری علیه السلام چطور با فرزند خودشان وداع کردن؟ پسر چطور؟ امام عصر جان ما به فدای شما، مولای ما امام عصر روحی لك الفدا. هیچ کسی به تیری مانند شما ندیده، در دنیا کسی نداشتید مولای من. حقای من در کودکی از شما پدر بزرگوار شما را گرفته. و بکا لمرتو که ببینو، گریه کند از برای آن ظلم هایی که نسبت به ما ارتکاب شده، ظلم هایی که نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، امام مجتبی علیه السلام، ائمه اطهار علیهم السلام. گریه کند. کان معنا فی درجتنا یوم القیامه، او خواهد بود با ما در درجه ما یوم قیامت. خداوند متعال این البته بینندگان عزیز برای مخالفین نیست که مخالفین هم بگویند ما گریه میکنیم روز عاشورا، این برای شیعیان اهل بیت علیهم السلام، این به شرط ایمان، این ثواب ها به شرط ایمان. کسی که بدون ایمان باشد گریه کند او اجر دارد، یعنی از روز قیامت از عذابش کم می شود، یک ملاحظه می شود برایش. اما این ثواب ها از برای شیعیان اهل بیت علیهم السلام، کسی که ایمان داشته باشد. و ایمان کسی دارد که بینندگان محترم او 12 امام علیه السلام را قبول داشته باشد و اونها را حجت خدا بداند و کسی دیگر را با اونها شریک نسازد در خلافت الهی و در حجیت الهی. و بعد هم بینندگان محترم کسی را بر اهل بیت علیه السلام مقدم ندارد و نسبت به دوستان اونها دوست باشد و نسبت به دشمنان اونها دشمن باشد و بعد هم در عمل هم تابع اونها باشد. حالا گناه کرده بعضی جاها اون اشکال ندارد، کسی که گناه میکند او مؤمن هست، ولی کسی که گناه میکند مؤمن هست، شیعه هست. اما کسی که اهل بیت علیه السلام را قبول ندارد او مؤمن نیست ولو گناه نکند.
امام رضا علیه السلام فرمود ومن ذکر بمصابنا فبکا و ابکا لم تبک عینه یوم تبک العیون. فرمود یا من بله و من ذکر بمصابنا، هر کسی را که برای او روزه بخوانند، نوحه بخوانند، مثلا کتاب روزه به او بدهند و کتاب روزه بخوانند، او بله او را کسی به یادش بدهد، یاد به یادش بیاورد مصائب اهل بیت علیهم السلام را، مصائب حضرت زینب سلام الله علیها را، شهادت شهدای کربلا را، شهادت اصحاب امام حسین علیه السلام را، آن اصحاب با وفا، مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاهر، زهیر ابن القین، حر ابن یزید ریاهی و غیر آنها از شهدای با وفای حضرت ابی عبدالله علیه السلام. به یادش بیاورد این مصائب را و گریه کند و دیگران را هم بگریاند، خودش گریه کند، یکی دو تای دیگر را هم بگریاند، یا دیگران را نگریاند خودش گریه کند، یا خودش گریه نکند دیگران را بگریاند. لم تبک عینه یوم تبک العیون، روز قیامت روزی هست که مردم چشمانشان گریان است، اما او در آن روز خندان خواهد بود، در آن روز شادمان خواهد بود. و من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، و هر کسی که در مجلسی حاضر بشود که در آن مجلس امر امیر المؤمنین علیه السلام احیا بشود، امر اهل بیت علیهم السلام، امر یعنی امامت، عقاید حقه، اونجا احیا می شود. بله مجلسی هست که در آنجا حدیث ثقلین را برای مردم می گوید، های تطهیر را آنجا بیان می کند، فضائل امام حسین علیه السلام بیان می شود، فضائل امام حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و روح له الفدا اونجا بیان می شود. مجلسی هست که در آنجا عقاید حقه احیا می شود. خب این مجالس بله نور خدا می بارد اونجا، این مجالس وسیله سعادت دنیا و آخرت هست. چقدر بد نصیب هستند کسانی که این مجالس را آلوده می سازند، بله و این مجالس را حق آنها را و خدمت شما به عرض برسانم که قداست آنها را احترام نمی دارن، پاس نمی دارن. در این مجالس یک نام از اهل بیت علیهم السلام هست، اما افکار آلوده به افکار غربی ها، یا افکار آلوده به افکار صوفیه و عرفا، یا افکار آلوده به افکار جماعت سیاسی از افکار آقای خمینی و غیر آن، مثلا اینها را تعریف از انقلاب ایران و تعریف از این پدر سوختگی ها احزاب سیاسی از اینها می کنند، بینندگان محترم، اینها چقدر انسان های نادانی هستند و چقدر جفا می کنند و احترام به این مجالس نمی دانند. شیعیان اهل بیت علیهم السلام عوام الناس، اینها در مجلس می آیند به خاطر چی می آیند؟ به نام امام حسین علیه السلام می آیند. پس این کسانی که می آیند به جای مردم به حب سید و شهدا علیه السلام می آیند. شما این را عوض بکن، جلسه سیاسی بساز، مسائل بین الملل را اینجا مطرح بکن، یا مسائل دعوت مردم به پیروی از خامنه ای و این امور را. خب این خیانت به این مجلس و روحانیت چقدر در این امر بله گناهکار است و آلوده است. و من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، روز قیامت روزی هست که قلبهای مردم از وحشت، از خوف حساب، از خوف کتاب، از خوف آتش جهنم، این که این آتش جهنم که فوران میکنن مقابل چشم مردم و مردم ملائکه عذاب را میبینن که چطور با گرزهای آتشین مردم را، مجرمین را به سوی جهنم میبرن، و مردم یقین دارند که دیگر آتش جهنم از برای مجرمین حق هست، قلب اونها از شدت وحشت مرده، از بین رفته. کسانی که در مجلسی میشینند که در اونجا ذکر محمد و آل محمد علیهم السلام است، اللهم صل علی محمد و آل محمد، روز قلوب آنها در روز قیامت نمیمیرند. حدیث بعدی را دوستان عزیز ببینید،
امام صادق علیه الصلاه والسلام فرمودند من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینه دمع مثل جناح بعوضه غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. امام صادق علیه السلام فرمودند که کسی که ما را به یاد بیاورد یا کسی دیگر برای ما او را ذکر بکند و چشمان او اشک بزند، حالا این چه اشک شوق باشد، چه اشک مصیبت باشد، چه اشک غم باشد، یک وقتی شما بله حدیث منزلت را میشنوید، حدیث معاخات را میشنوید، حدیث طیر اللهم ایتینی با احب خلقك الیک را میشنوید، فاتاه علی علیه السلام میشنوید، بله حدیث معراج را میشنوید که رسول خدا را پرسیدن صلی الله علیه و آله و سلم بی ای لهجه خاطبک ربک لیلت المعراج، شب معراج خداوند متعال با کدام لب و لهجه با شما سخن گفت، حبیب خدا رسول خدا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن خاطبنی ربنی بلهجه علی ابن ابی طالب علیه السلام، خداوند متعال شب معراج با من با لب و لهجه امیر المؤمنین علیه السلام، با آواز امیر المؤمنین علیه السلام، با صدای امام المتقین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه با من سخن گفت، با من خطاب کرد، شب معراج به خلوتگه معبود لسان الله علی احمد اذن بود، سلام الله علی امیر المؤمنین و سلام الله علی رسول الله و سلام الله علی اهل بیتهم الطیبین الطاهرین. یک وقتی فضائل را می شنوید چشمان شما را اشک شوق می زند، یک وقتی حدیث شریف غدیر را می شنوید دست مبارک امیر المؤمنین علیه السلام را گرفت، من کنت مولا فهذا علی امیر المؤمنین علیه السلام مولا، چشمان شما را اشک شوق می زند، من احبنی و احب هذینی و اباهما و امهما کان معی فی درجتی یوم القیامه. یک وقت این حدیث شریف را می شنوید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست مبارک کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام را گرفت و دست مبارک آن امام شهید، امام بی کفن، امام زخمی بدن، امام تشنه دهن سلام الله علیه را گرفت و فرمود که هر کسی من را دوست بدارد و این دعا قازاده را و دو و پدر این دعا قازاده و مادر این دعا قازاده سلام الله علیهم اجمعین را دوست بدارد با من خواهد بود، هم درجه من روز قیامت. این حدیث را میشنوید چشمان شما اشک شوق میزنه، یک وقتی هم دوستان عزیز اشک اشک غم، اشک اشک مصیبت، برای شما روزه میخواند، روزه حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام را میخواند، روزه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را میخوانند، روزه حضرت رقیه سلام الله علیها را میخوانند، روزه حضرت ام البنین سلام الله علیها را میخوانند. چهار فرزند، یکیشان ابو الفضل العباس با ابو الحوائج علم داره لشکر امام حسین علیه السلام، مادر میداره اشک مصیبت، خلاصه اشک هر جوری باشد، اشک شوق باشد، اشک مصیبت باشد، به شرط ایمان، کسی که ما را به یاد بیاورد، یا خودش ما را به یاد بیاورد یا ما را به یاد او بدهد، خودش مثلا یک وقتی به یاد آورد نشست بعد از نماز خود، بله دلش جولان زد و
بله یک نوحی را خواند و گریه کرد، سرش را به زانو گذاشت و گریه کرد. یا یک وقتی نوار گوش کرد، نوار مرحوم آقای کافی را گوش کرد، یا شبکه را گرفت، نوحی را دید، اون نوحی الودا را گوش کرد، الودا الودا یا شهید بی خطا، اون را گوش کرد. بله، پس از چشم او اشک، چشمش را اشک زد، اشکم زیاده نبود، فقط امینقدر اشک زد که بله چشمانش تر شد به اندازه بال پشه. خداوند متعال تمام گناهان او را می آمرزد، ولو بیشتر باشد از بله قطرات آب بحر، از حباب بحر بیشتر باشد، از کف دریا بیشتر باشد، خداوند متعال او را می بخشد. حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید نفس المهموم لظلمنا تسبیح. نفس مهموم، کسی که غمگین شده، شنید مصیبت ابی عبدالله علیه السلام را، شهادت حضرت امام حسین علیه السلام را شنید، غمگین شده، سینه‌اش را غم گرفته، نفس میکشد، آه نفس میکشد، این نفس کشیدن او تسبیح. کسی که غمگین شده از برای ما، نفس کشیدن او عبادت، غمگین شده گوشه گریه‌اش هم نگرفت، چشمانش هم اشک نزد، فقط غمگین شد، شنید غم ابی عبدالله علیه السلام را، غم حضرت رباب سلام الله علیه را شنید. شدید نفس المحبوب لظلمنا تسبیح، نفس کشید، نفسش تسبیح، نفس کشیدنش تسبیح. و همه لنا عباده، همون غمگین شدنش خودش عبادت خدا است، همون که غمگین می شود خودش عبادت خدا است. و کتمان سرنا جهاد فی سبیل الله، و کتمان سر اهل بیت علیهم السلام جهاد در راه خدا. کسی اگر خبر شد مثلا امام عصر علیه السلام جایگاهش کجاست، یا فلانی از اصحاب امام زمان علیه السلام، این را بهش بگوید که کتمان بکن، به کسی نگو این امور را، بلکه سر گفته می شود، عرفن به اونها سر گفته می شود، امر میکند امام علیه السلام که اینها را پنهان بکن، اینها را بله پنهان کردن این جهاد در راه خدا است. از وجود نازنین ابی عبدالله علیه السلام راوی میگوید که ما نزد حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام بود، ذکر کردیم، به یاد آوردیم امام حسین علیه السلام را، فبکا ابو عبدالله علیه السلام و بکینا، پس ما گریه کردیم، ابو حضرت امام صادق علیه السلام هم گریه کردن، ما هم گریه کرد. ثم رفع رأسه، بعد امام صادق علیه السلام بعد از گریه سرشم را بلند کردن و گفتن قال الحسین بن علی علیه السلام انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمن الا بکا. فرمود امام صادق علیه السلام که خود مولای ما، خود مولا الکونین امام حسین علیه السلام فرموده که من کشته اشک ها هستم، هیچ مؤمنی مرا به یاد نمی آورد مگر این که گریه می کند، هر مؤمنی که مرا به یاد می آورد، هر مؤمنی که مرا به یاد می آورد شیعتی مهما شرفتو بعد نما این فذکرونی. شیعه یار من امام تان تشنه لب از دنیا را. هر هنگامی که انسانی مؤمنی برا به یاد بیاورد،
و گریه می کند. هیچ امکان ندارد مؤمنی مرا به یاد بیاورد و گریه نکند. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام که امام حسین علیه السلام فرمودند انا قتیل العبره قتلت مکروبا. امام حسین علیه السلام فرمودند که شیعیان من کشته عشق ها هستم، من شهید عشق ها هستم، من آن شهیدی هم که برای من چشم ها تا روز قیامت خواهد گریست. قتلت مکروبا، شیعیان من میدانید که من چجوری کشته شدم، چگونه کشته شدم. قتلت مکروبا، اون زمانی که من کشته شدم درد عالم روی سینه من بود. کدام داغی بود در عالم که من ندیدم؟ مرد مرد کدام داغی در عالم بود که روی سینه من بود، در قلب من بود. عباس جوانا، بعد فرمود و حقیق علی الله الا یأتینی مکروب قط الا رده الله او اقلبه الى اهلی مسرورا. شیعیان، چون من خیلی داغ دیدم، چون من خیلی داغ دیدم، چون من خیلی قلب من پر از آه بود اون زمانی که من شهید شدم، شیعیان شما نمیدانید، کسی نمیداند که بر دل های رقی های اخبار سوسان چون شما نمیدانید اون زمان حقیق علی الله ان لا یأتینی مکروب قط الا رده الله او اقلبه الى اهله مسرورا. لذا هر وقتی که هر غم دیدی به من توسل بکند، رو به من بیاورد، دستش را بالا بکند و از خلوص دل بگد السلام علیک یا ابا عبدالله، اشاره به من کند، دیگر امکان ندارد که خدا غم او را برطرف نکند، دیگر امکان ندارد که خداوند متعال مشکلات او را رفع نکند، دیگر امکان ندارد خداوند متعال مشکل او را، حاجت او را، غم او را، نیاز او را برآورده بخیر نکند. روایت دیگر دوستان عزیز، سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام یقول، ابی عماره کوفی میگوید من از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند من دمعت عینه فینا دمعتا لدم سفک لنا او حق لنا نقصناه او عرض انتهک لنا او لأحد من شیعتنا بوأه الله تعالى بها في الجنة حقوبا. هر کسی که چشمان او اشک بزند
از برای خون ما که ریخته شده، یا حق ما را که از ما گرفته اند، یا این که انتهاک حرمتی نسبت ما شده، انتهاک حرمت یعنی آبروریزی، از اون منزلت پایین آوردن. بله، نسبت به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام حرمت آنها حفظ نشده. اول احد من شیعتنا، یا یکی از شیعیان ما که به خاطر شیعه بودن بر او ظلم شده. شما شنیدید که گروهی مثلا از شیعیان را در پاره چنار در کویته زائرین امام رضا علیه السلام برمیگشتند از مشهد مقدس در راه کویته، اونها را مثلا اتوبوس اونها را رگبار بستند یا اونها را متوقف کردند، پیاده کردند، اونها را مردان را از زنها جدا کردند، مردان را جلوی چشم زنانشان تیرباران کردند مثلا، و گریستید از برای این. خداوند متعال حتی گریه از برای شیعیانی که به خاطر اهل بیت علیهم السلام مورد ظلم قرار میگیره، اونها از گریه بر اونها هم با سبب می شود که خداوند متعال انسان را بهشتی بسازد، از اهل جنت بسازد، از اهل بهشت بسازد. این روایت را ببینید دوستان عزیز. امام صادق علیه السلام می فرماید کل الجزع والبکائی مکروه سوى الجزع والبکائی على الحسین علیه السلام، هر گریه و هر بیقراری ناشایسته هست مگر گریه و بکائی و بیقراری که از برای کی باشد؟ از برای ابی عبدالله علیه السلام و اهل بیت اطهارش باشد، اینها شایسته هست. بله، بقیه شایسته نیست. دوستان عزیز بیننده، خدا شما را خیر بدهد. خیلی از شما میخواهید که روزه بخوانید یا نوحه بخوانید. من حالا تلفن ها را باز میکنم بینندگان محترم، اما قبل از اینکه تلفن ها را باز بکنم یک زیارت بخوانیم انشاءالله، زیارت حضرت ابی عبدالله علیه السلام. بعد از خواندن زیارت انشاءالله تلفن ها هم باز خواهد شد. دوستان عزیز، کتاب مفاتیح الجنان زیارت عاشورا غیر معروفه، زیارت عاشورا غیر معروفه. زیارت عاشورا دو تاست، یکی زیارت عاشورا معروفه و یکی غیر معروفه، و هر دویش ثوابش بی حد و بی شمار هست. زیارت عاشورا معروفه، متداول هست بین مردم، زیارت عاشورای غیر معروفه هم خیلی عالی هست. نیت کنید که زیارت حضرت ابی عبدالله امام حسین علیه السلام را از راه دور می خوانم. بله، از طرف خودم و پدر و مادرم و خواهران و برادرانم و گذشتگان ما که از دنیا رفته، و از طرف مؤمنین و مؤمناتی که به این شبکه کمک کردن، از جمیع طرف جمیع مؤمنین و مؤمنات که در اطراف عالم هستن، هر جای دنیا هستن، خصوصا کسانی که از دنیا رفته. بله، برادرزاده مرحومه من زهرا، الله یاری خدا رحمتش کنه، پارسال این وقت در شبکه کمک میکرد، از طرف ایشان بله زیارت را میخوانیم انشاءالله، ثوابش هدیه میکنیم به بله امام زمان علیه السلام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن البشیر النذیر و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیده نساء العالمین، السلام علیک یا خیرت الله و ابن خیرته، السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره، السلام عليك أيها الوتر الموتور، السلام عليك أيها الإمام الهاد الزكي، وعلى أرواح حلات بفنائك وأقامات في جوارك ووفدات مع زوارك، السلام عليك مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلقد عظمت بك الرزية وجلت في المؤمنين والمسلمين وفي أهل السماوات وأهل الأرضين أجمعين، فإنا لله وإنا إليه راجعون،
صلوات الله وبركاته وتحياته عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى آبائك الطيبين المنتجبين وعلى ذرياتكم الهداة المهديين. لعن الله أمتان خذلاتك وتركات نصرتك ومعونتك، ولعن الله أمتان أسست أساس الظلم لكم ومهدت الجور عليكم وطرقت إلى أذيتكم وتحيفكم وجارت ذلك في دياركم وأشياعكم. برئت إلى الله عز وجل وإليكم يا ساداتي وموالي وأئمتي منهم ومن أشياعهم وأتباعهم، وأسأل الله الذي أكرمني وأسأل الله الذي أكرم يا موالي مقامكم وشرف منزلتكم وشأنكم أن يكرمني بولايتكم ومحبتكم والإيتمام بكم وبالبراءة من أعدائكم، وأسأل الله البر الرحيم أن يرزقني مودتكم وأن يوفقني للطلب بثاركم مع الإمام المنتظر الهادي من آل محمد عليهم الصلاة والسلام، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله. وأسأل الله عز وجل بحقكم وبالشأن الذي جعل الله لكم أن يعطيني بمصاب بكم أفضل ما أعطى مصابا بمصيبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا لها من مصيبة ما أفجعها وأنكاها لقلوب المؤمنين والمسلمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني في مقامي ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة، واجعلني عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فإني أتقرب إليك بمحمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أتوسل وأتوجه بصفوتك من خلقك وخيرتك من خلقك محمد وعلي والطيبين من ذريتهما. اللهم فصل على محمد وآل محمد، واجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم، ولا تفرق بيني وبينهم في الدنيا والآخرة، إنك سميع الدعاء. اللهم وهذه أيام تجدد فيه النقمة وتنزل فيه اللعنة على اللعين يزيد وعلى آل يزيد وعلى آل زياد وعمر بن سعد وشمر. اللهم لعنهم ولعن من رضي بقولهم وفعلهم من أول وآخر لعنان كثيرا، وأصلهم حر نارك وأسكنهم جهنم وساءت مصيرا، وأوجب عليهم وعلى كل من شايعهم وبايعهم وتابعهم وصاعدهم ورضي بفعلهم، وافتح لهم وعليهم وعلى كل من رضي بذلك لعناتك التي لعنت بها كل ظالم وكل غاصب وكل جاحد وكل كافر وكل مشرك وكل شيطان رجيم وكل جبار عنيد. اللهم لعن يزيد وآل يزيد وبني مروان جميعا. اللهم وضعف غضبك وسخطك وعذابك ونقمتك على أول ظالم ظلم أهل بيت نبيك
اللهم ولعان جميع الظالمين لهم وانتقم منهم إنك ذو نقمة من المجرمين. اللهم ولعان أول ظالم ظلم آل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولعن أرواحهم وديارهم وقبورهم، ولعن اللهم العصابة التي نازلت الحسين ابن بنت نبيك وحاربت وقتلت أصحابه وأنصاره وأعوانه وأولياءه وشيعته ومحبيه وأهل بيته وذريته، ولعن اللهم الذين نهبوا ماله وسلبوا حريمه ولم يسمعوا كلامه ولا مقاله. اللهم ولعن كل من بلغه ذلك فرضي به من الأولين والآخرين والخلائق أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى من ساعدك وعاونك وواساك بنفسه وبذل مهجته في الذب عنك. السلام عليك يا مولاي وعليهم وعلى روحك وعلى أرواحهم وعلى تربتك وعلى تربتهم. اللهم لقهم رحمة ورضوانا وروحا وريحانا. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن خاتم النبيين ويا ابن سيد الوصيين ويا ابن سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا شهيد يا ابن الشهيد. اللهم بلغه عني في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا الوقت وفي كل وقت تحية وسلاما. السلام عليك يا ابن سيد العالمين وعلى المستشهدين معك سلاما متصلا ما اتصل الليل والنهار. السلام على الحسين بن علي الشهيد. السلام على علي بن الحسين الشهيد. السلام على العباس ابن أمير المؤمنين الشهيد. السلام على الشهداء من ولد أمير المؤمنين. السلام على الشهداء من ولد جعفر وعقيل. السلام على كل مستشهد من المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغهم عني تحية وسلاما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن خاتم النبيين ويا ابن سيد الوصيين ويا ابن سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا شهيد يا ابن الشهيد. اللهم بلغه عني في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا الوقت
وكل وقت تحية وسلام. السلام عليك يا ابن سيد العالمين، وعلى المستشهدين معك سلاما متصلا. ما اتصل الليل والنهار. السلام على الحسين بن علي الشهيد. السلام على الحسين بن علي الشهيد. السلام على الحسين بن علي الشهيد. السلام على علي بن الحسين الشهيد. السلام على العباس ابن أمير المؤمنين الشهيد. السلام على الشهداء من ولد أمير المؤمنين. السلام على الشهداء من ولد جعفر وعقيل. السلام على كل مستشهد من المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغهم عني تحية وسلاما. السلام عليك يا رسول الله، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لك عزاء في ولدك الحسين، أحسن الله لك عزاء يا أمير المؤمنين في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة يا بنت رسول رب العالمين، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لك أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لك العزاء أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين عليه السلام. السلام على أرواح الأئمة الطاهرين،
السلام على أرواح المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لهم العزاء في مولاهم الحسين. اللهم اجعلنا من الطالبين بثاره مع إمام عادل، تعز بها الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على جميع ما ناب من خطبين، اللهم لك الحمد على جميع ما ناب من خط، ولك الحمد على كل أهم، وإليك المشتكى في عظيم المهمات بخيرتك وأوليائك، وذلك لما أوجبت لهم من الكرامة والفضل الكثير. اللهم فصل على محمد وآل محمد، وارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود والمقام المشهود والحوض المورود، واجعل لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين عليه السلام الذين واسوه بأنفسهم وبذلوا دونه مهجهم وجاهدوا معه أعداءك ابتغاء مرضاتك ورجاءك وتصديقا بوعدك وخوفا من وعيدك، إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم. يا ربنا ويا إلهنا پروردگارا، تو را سوگند می‌دهیم به حق سید الشهداء ابی عبد الله الحسین علیه السلام و به حق پدر بزرگ و جد بزرگوارشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و به حق پدر بزرگوارشان حجت تو بر عالمین امیر المؤمنین علیه السلام، وبحق مادرشان سيدي نساء العالمين دختر رسول خدا زوجي شير خدا حضرت زهراء أطهار صلواتك عليها، وبحق برادرشان كريم أهل بيت سيد شباب أهل الجنة إمام حسن مجتبى عليه السلام. پروردگارا بحق پنج تن پاک، وبحق بالأخص بحق خامس آل عبا حضرت سيد الشهداء ترى سوگند مينه. پروردگارا صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج،
اللهم عجل لوليك الفرج، پروردگارا فرج وليت، فرج حجتت، فرج ناصر حقت، فرج امام زمان عليه الصلاه والسلام را هر چه زودتر و سریعتر برسان. پروردگارا فرج وليت، فرج حجتت، فرج خلیفت، فرج امام زمان علیه السلام و السلام را هرچی سریع تر برسان. پروردگارا فریاد رس مظلومیت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را از راه برسان. پروردگارا فریاد رس مظلومیت حضرت ام کلثوم سلام الله علیها را برسان. پروردگارا فریاد رس حضرت رقیه، حضرت سکینه، بانوان حرم نبیت را از راه برسان. پروردگارا فریاد رس مظلومیت حضرت رباب، تو را سوگند می دهیم به غم دل حضرت رباب که هیچ کس غم دل او را به جز تو نمی داند. پروردگارا پروردگارا فرج امام زمان علیه السلام، فریاد رس مظلومیت حضرت رباب سلام الله علیه را هر چه زودتر برسان. پروردگارا منتقم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را برسان. پروردگارا منتقم مظلومیت حضرت علی اکبر علیه السلام را برسان. پروردگارا تو را سوگند می‌دهی به غم دل حضرت امام حسین علیه السلام، اون هر گاهی که نگاه می کرد به شمائل حضرت علی اکبر علیه السلام، هر گاه ودا، هر گاه خدا حافظی، منتقم آه دل حضرت امام حسین علیه السلام، امام زمان علیه السلام را استقیام عنایت بفرما، ایشان را استقیام عنایت بفرما، ایشان را خروج عنایت بفرما، فرج ایشان را برسان، به ایشان انتقام عنایت بفرما، به ایشان قیام هر چه زودتر عنایت بفرما. مقدمات ظهور آن بزرگوار پروردگار فراهم بفرما، ممانع ظهور ایشان را برطرف بگردان. پروردگارا به ایشان اذن قیام و اذن خروج عنایت بفرما، به قدرت ایشان، به قوت ایشان، به تأیید ایشان هر لحظه و هر آن عنایت بفرما و اضافه بی حد و بی حساب بفرما. دشمنان ایشان را زمین گیر بفرما، دشمنان ایشان را سیه رو بفرما، دشمنان ایشان را مبتلا به امراض بی علاج بفرما، دشمنان ایشان را مبتلا به عذاب آسمانی بفرما، دشمنان ایشان را ضعیف و ذلیل بفرما، دشمنان امام زمان علیه السلام را هلاک بگردان، دشمنان امام زمان علیه السلام را هلاک بفرما، دشمنان امام عصر علیه السلام را هر جا که هستند و در هر لباسی هستند هلاک بگردان، یاران امام عصر علیه السلام را عددشان را بیشتر بگردان. پروردگارا به اونها توفیق خدمت گذاری به امام زمان علیه السلام عنایت بفرما، و ما را از شیعیان اهل بیت علیهم السلام قرار بده، ما را از محبین آل محمد علیهم السلام قرار بده،
بارا از عزاداران سید الشهدا علیه السلام حساب بفرما. این قلیل عزاداری، این قلیل گریه، این قلیل بکارا به لطف خودت، به کرم خودت قبول بگردان. نظر لطف ابی عبدالله امام حسین علیه السلام را نصیب ما، سیه باطنان سیه رویان گناهکاران بفرما. پروردگارا پروردگارا گناهان ما را ببخش و بیامرز. ما را از اصحاب امام زمان علیه السلام و یاران و لشکریان آن بزرگوار قرار بده. گذشتگان ما را ببخش و بیامرز. جوانان ما، اولاد ما، نسلهای آینده ما تا روز قیامت از محبین امام زمان علیه السلام، از پیروان 12 امام علیه السلام، از اهل براءت نسبت به دشمنان اهل بیت علیه السلام قرار بده. پروردگارا پروردگارا ایمان ما را در آخر زمان حفظ بفرما. ما را از گمراهی ها، از فتنه ها، از انحراف ها نجات عنایت بفرما و ما را حفظ بفرما. شر دشمنان را به خودشان برگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. پروردگارا مجالس عزای سید الشهدا علیه السلام هر جای عالم که هست از آنها محافظت بفرما. پروردگارا این شبکه را محافظت بفرما. شر دشمنان این شبکه را به خودشان برگردان. پروردگارا کسانی که به این شبکه مبارک خدمت می کنند از اونها قبول بفرما. حوائجشان را برآورده به خیر بگردان. بلیات را از اونها دور بگردان. رحمتت را بر آنها و اهل خانهشان نازل بفرما. پروردگارا هر حاجتی که دارند در دنیا و در آخرت روا بفرما و از آن بهترش را هم به اونها عطا بفرما. پروردگارا کسانی که به این شبکه مبارک کمک می کنند، کمک کردند، همیاری نمودند، پروردگارا آنها را از شیعیان امام حسین علیه السلام قرار بده. بلیات را از اونها دور بفرما. حوائجشان را برآورده به خیر بگردان. هر حاجتی دارند حاجتشان را عطا بفرما و از آن مهتر را هم عطا بفرما. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله صلى الله عليك صلى الله عليك صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أدركنا وأدرك أهل بيتنا في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله يا كريم يا ابن الكريم. يا أبا عبد الله يا كريم يا ابن الكريم. مولا مولا ما گدایان در تو، ما سگان فاشکسته کوی تو، از راه دور دست گدایی و سوی تو. ای شاه کرم، ای شاه خوبان، روی واسیا، قلب واسیا، لایقه درگاه تو نبودیم و نیستیم. یا ابا عبدالله ای شهید، ای شهید شهید خوبان، ای بحر کرم،
تو فرزند شاه مردانی، برادر تو حضرت ابو الفضل عباس علیه السلام باب الحوائج یا سید الشهداء. نظر لطف به ما بفرما، نظر کرم به ما بفرما، لرفتنا آخر الزمان دست ما و دامنت، دست ما و دامنت يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله زيارة كربلاء يا نصيب ما بگردد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم والعان عدوهم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله أدركنا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.